با درود فراوان خدمت تک تک شما دوستان عزیز، آرمینه هستم در خدمت شما و در خدمت نازنین عزیز و ساریک عزیز. خیلی خوش آمدید. ساری که همیشه در اینجا در خدمت شماست و نازنین هم میدونم که شما از طریق برنامه سیمای مسیح رو میشناسید، این خواهر عزیز رو. نازنین آره. خواهش میکنم اگه صحبتی دارید. مرسی عزیزم. بله، ما با الناتون شوهرم در برنامه سیمای مسیح زنده در شبکه محبت پخش میشه هر دوشنبه شب. خوشحالم که بین شما عزیزان هستم امروز. میخوام از شما یاد بگیرم. خواهش میکنم. ما خوشحالیم شما هستین و امروز میخوایم راجع به ترس صحبت کنیم. من که نمیترسم از چیزی. خدا رو شکر. واقعا هستن کسی که اصلا هست هیچی نترسه به نظر شما؟ من نمیشناسم. منم نمیشناسم. من که از سوسک میترسم. از سوسک، از چیز. واقعا بعضی چیزا خنده داره ترسا. سوسک، منم از سوسک میترسم. مار، عنکبوت، پشه، چه میدونم. و که اینا یه چیزای ترسای خیلی واقعی نیستن. اینا از افکار ما میان، درسته؟ ولی ترسایی هستن که واقعا واقعیان حقیقیان مخربن در وجود ما هستن که ما باید این ترس ها رو شناسایی کنیم، بدونیم چرا هست، از کجا میاد و بتونیم بر این ترس ها غلبه کنیم. و تا باید بدونیم که ترسی رو که شناسایی کردیم چجوری باهاش روبرو بشیم تا بتونیم بهش هم غلبه کنیم. چیز می‌خواستیم بگیم شما؟ می‌خواستم همین بگم که ترس باعث میشه که اگه بهش غلبه نکنیم، به این ترس ها باعث میشن که جلوی پیشرفت ما گرفته بشه و تو زندگی به موفقیت های بزرگ دست پیدا نکنیم. مثلا من یکی رو میشناسم که میگفت یه موقعیت شغلی خیلی خوبی پیدا کرده بود تو یکی از مراکز تجاری خیلی از این آسمان خراش ها طبقات بالا. میگفت از ترس این بلندی، گرچه خب با آسانسور باید میرفت بالا، میگفت این موقعیت رو از دست دادم و چقدر ضرر دیدم. پس ترس از بلندی، ترس از ارتفاع، از آسانسور. بله هستن، خیلی هستن که توی آسانسور وارد بشن اصلا فوبیا بهشون دست بسته، حالشون بد میشه. و کلن به خاطر ترس هزاران نفر هستن شاید در این دنیا که از جامعه عمل پوشیدن آرزوهاشون واقعا دست میکشن و نمیرسن به اون اهدافی که تو زندگیشون دارن. ترس از آینده چقدر بده، از شکست، مرگ. دیگه فکر کنم ترس از مرگ باشه دیگه تو دیگه اکثر مردم. و همه اینا میتونه چقدر عوامل بازدارنده باشن. کلن معنی خود کلمه ترس، یعنی اون ترسی که تو کتاب مقدس اومده، یعنی نگرانی. بله. یعنی وحشت، تشویش، ترسی که خب ترس از ندونم ها، میترسم فردا چی میشه. ترس اصلا از فکر کنم میونه حرفتون اصلا از ندونم هم میاد، یعنی از چیزهایی که آشکار نیست. من یک عملی داشتم روی پاهام باید انجام میدادم، انقدر ترسیده بودم از این اتاق عمل، وحشت کرده بودم. یعنی فقط نمیتونم دیسکرایب کنم که چه حالتی داشتم، یعنی واقعا ترس بود و تا حالا این ترس رو من تجربه نکرده بودم چون نمیدونستم چی در انتظارمه. بعد که خب بعد بهوشم که اومدم، وقتی پاهامو تو گچ دیدم، اونجا یه ترس دیگه ای برم داشت. و عمل دومی عواقبو نمیدونستی چیه و چون اصلا هیچی نمیدونستم. و بار دوم که عمل کردم مجبور بودم که همون یه عمل دیگه روش بکنم، اصلا انگار نه انگار، چون تجربه و دانستن اون ترس رو بر میداره. بله. مثلا ترس از مرگ چرا هست؟ چون نمیدونیم که چه آینده‌ای، چه دنیای دیگری در انتظار ماست. نمیتونیم هم چند بار تجربه شده. درسته. یک بار برای همیشه باید تجربه کنیم. ترس از ناشناخته ها، چیزهایی که معلوم نیستن و و کلن اگه این جلوی ترس آدم نگیره، جزی از وجود شخص میشه و میبره شخص رو به طرف منفی بافی و کم کم مثل که باورمونم میشه که من نمیتونم،
این کار از من ساخته نیست، از من بر نمیاد، اگه این کار رو کردم حتما شکست میخورم. پس ترس مانع خیلی بزرگی میشه در راه رسیدن به اهداف هر کس، چون پشت اونو، چون پشت کاری که میخوام بکنن رو نمیدونن، نتیجه رو نمیدونن. مثل عمل جراحی، خیلی از دانش آموزای خوب هستن که خوب هم هستن، ولی به خاطر ترس از اینکه مبادا نمره کم بیارم، مبادا نتیجه امتحانم خوب نباشه، حتی دست به خودکشی زدن که اصلا مرگ یه بار شیون یه بار، من از این امتحان نگذرم و نمره بد نیارم بهتره. چرا بعضی از ازدواج میترسن؟ چون نمیدونن که چه انتظاراتی بعدش در انتظارشونه، آیا انتخابشون درسته یا نه، آیا میتونن اون زندگی رو اداره کنن یا نه، شکست میخورن. پس درسته، همین ترس یکی از مهمترین دلایلش اینه که نمیدونیم بعدش چی میشه. و به قول شما به همین خاطر هم خیلی از قدمهایی رو که میتونه زندگیمون رو حتی بهتر کنه، بهتر به پیش ببره رو بر نمیداریم، چون از نتیجهش آگاه نیست. درسته. آدم و حوا رو من الان یادم اومد، تا وقتی که گناه نکرده بودن چقدر آزادانه، نه، با شادی توی باغ عدن واسه خودشون قدم میزدن، صحبت میکردن. ولی وقتی که گناه کردن، از ترس که مبادا خدا مجازاتشون کنه و طردشون کنه، چیکار کردن؟ خودشونو قایم کردن پشت درخت ها. و اونجاست که میبینیم ترس چقدر میتونه مخرب باشه. ترس میتونه ما رو کاری کنه که پنهان بشیم، که دیگران ما رو نبینن، که نکنه به ما ضربه بزنن. مثلا این اواخر من خیلی شنیدم متاسفانه بچه‌هایی که تحت آزار و اذیت خانواده هاشون قرار میگیرن، از نظر بدنی، با سیگار، چیزای دیگه اصلا اذیت میکنن. این بچه‌ها بزرگ بشن چی میشن؟ آدمای ترسویی که مرتب در وحشت این هستن که نکنه این کسی که داره به من نزدیک میشه میخواد منو اذیتم بکنه. پس اینا همه میتونن منشأی باشن برای ایجاد ترس در زندگی افراد. درسته. یه مثال دیگه براتون بیارم. از بلندی گفتین، مثلا میدونم هستن اشخاصی که فرضاً تصمیم میگیرن برن کوهنوردی، بالای کوه خواهم رفت. و شما انگار من از کوهنوردی نمیترسم، ولی از ارتفاع زیاد و سرعت خیلی میترسم. ولی خب کوهنوردی که در حد خودمون رو نمیترسم، کوهنوردی حتما که مثلا نصف راهو میره، شخص خوبم میره، خوبم شروع میکنه، با هیجان میره، ولی یهو حس میکنه قلبش ایستاده، حس میکنه داره میمیره و افرادی که اطرافش هستن نمیتونن اینو بفهمن، چون اون ترس تمام وجودش رو گرفته. میگم بیا یک قدم دیگه، دو قدم دیگه، یه متر دیگه بالاتر بریم، ولی این حس کو داره میمیره، الان میمیره، الان پرت میشه، الان قلبش میسته. این بر من پیش اومده آرمینه، یعنی وسط راه موندم خیلی مثل اینکه واقعا اصلا پاهام فلج شده بود، نمیدونستم چیکار کنم، فقط دو دستی نشسته بودم و چسبیده بودم این کوهو که نمیتونستم برم جلو، نمیتونستم برگردم، یه حالت وحشتناک. و اینجاست که یادم اومد میگن ترس آدمو میتونه فلج بکنه. راست میگی ساریک، من اینجور چیزا رو تو خواب خیلی میبینم. آره. وسط کوه گیر کردم. درست گفتی، واقعا ترسناکه، خیلی. واقعا حس میکنی داری میمیری. خب بعضی ترس ها هست که ما نمیتونیم کارش بکنیم، یعنی اشکالی هم نداره، تازه خوبم هست، نه؟ بعضی وقتا خوبه، بعضی وقتا آره باعث میشه که ما مواظب باشیم. درست. ولی بعضی ترس ها واقعا آدم فلج میکنه و ما باید تصمیم بگیریم که از اون ترس ها آزاد بشیم، باید مغلوب بیایم. و خیلی مهمه، چون اگه نتونیم که بر این ترس ها یا نگرانی ها بیشتر بگم، بر این ترس ها ما غالب بشیم، صدمه میبینیم، اصلا ما رو میزنن زمین، میزنن زمین، جلوی پیشرفت ما رو میگیرن و ما نمیتونیم به خدا اعتماد کنیم. درسته. اعتماد ما و ایمان ما رو از خدا میگیره و به خدا هم ما نمیتونیم توکل کنیم، یعنی اون رابطه ما بین خدا شکسته میشه.
باشه و نمیتونیم با خدا فلوشیپ داشته باشیم، با خدا حرف بزنیم، چون میگیم که خدای تو به فکر من نیستی، من اینجا در از ترس و وحشت و نگرانی فردام دارم از بین میرم، تو کجا هستی؟ ولی اگه تصمیم بگیریم درست که من نخواهم ترسید، داوود تو مزمور میگه ای جان من نترس، بر خدا اعتماد کن، توکل کن. درسته، چون اگر در این رابطه ما و ترس و خداوند رو خیلی خوب گفتید، چون اگه ایمان داریم ریسک میکنیم به خاطر ایمانی و اعتمادی که به خداوند داریم، جایی که میارزه، جایی که بله، ولی اگه ترس داشته باشیم که ریسک نمی کنیم، پس اینجا ایمان ما زیر سوال میره. درسته؟ خب ترس و ایمان دو قطب مخالفن. اگه میترسی ایمان نداری، اگه ایمان داری اونجا ترس جایی نیست. پولس قشنگ میگه به تیموتائوس، میگه که خدا روح ترس را به ما نداده، بلکه روح قوت، محبت، تأدیب رو. خدا با ترس اصلا کاری نداره به قول شما، و بارها بارها گفته ما ترس، ما ترس، من با تو هستم. 365 بار نازنین جان، یعنی برای بله تو یه کتاب میخوندم، یعنی برای هر روز یک بار. پس یک قرص نترس از کلام خدا هر روز با یه لیوان آب نوش جان کنید و بدونید که این ترس شما قابل شفاست. آمین. خداوند میتونه شفا بده و در شما شجاعت پیشروی در زندگی رو بده. آمین. آمین. خدا رو شکر. و همونطور که اول گفتم، ترس تو کلمه یونانی به سه معنیه، سه تا ریشه داره. یکی ترسی که طبیعیه، یه ترسی که ما رو فلج میکنه و در حقیقت گناهه، چون بی‌اعتمادی ما رو به خدا نشون میده. یه ترسی هم قشنگه، یعنی همون کلمه برای ترس خداونده، یعنی احترام به خداوند. ما اون ترس و اون احترام رو به خداوند داریم، باید داشته، اون باید باشه. درسته، واقعا همینطوره. حالا چی کار کنیم برای این غلبه؟ توکل به خدا که عامل اصلیه، ولی خوب میشه در کنار اینم یک مثلا یه لیستی از چیزهایی که ازش میترسیم، کارهایی که میترسیم انجام بدیم، ولی اگه انجام بدیم خیلی به نفع ماست، تهیه کنیم و چکار کنیم؟ ترسای خودم رو بشناسیم، بگیم که خب من از بلندی میترسم، ترس از بلندی، ترس از مثلا آتش، مثلا اینا رو شناسایی کنیم، موانع رو شناسایی کنیم و بذاریم در حضور خدا، بگیم خداوندا من فیض تو رو میخوام که غلبه کنم بر این چیزها و میخوام نشون بدم که کاملا به تو اعتماد دارم. شکر. یه مسئله دیگه تو زندگیمون خوبه که هدف داره. آدم ترسو، خب گفت صحبت کردم که ریسک نمیکنه، هدف نداره، کار نمیکنه. ولی وقتی هدفی توی زندگی داشته باشیم، هدف مثل یه قطب نما میونه توی زندگی ما که به طرف اون پیش بریم. دعا کنیم، از خداوند قوت بخوایم، برنامه ریزی کنیم، تلاش کنیم، هم در این حین داریم بر ترسمون یواش یواش غلبه میکنیم، هم تو زندگی پیش میریم. اگه قطب نما نداشته باشیم سرگردانیم و ترسمون هم بیشتر میشه. پس یه هدفهای کوچولو، یه برنامه ریزی های کوچیک تو زندگی داشته باشیم، اینو به خاطر اون ترسهای واقعی میگم، که بتونیم خودمونو انضباط بدیم، بتونیم خودمونو توی یک راه و مسیری قرار بدیم به طرف اون هدف. درست. اون ترسا رو کم کم و کم کم پایین بذاریم. درسته واقعا. مثلا اگه میخوایم یک شغلی رو شغلی رو تازه به وجود بیاریم، شروع بکنیم، بله، و میترسیم از اینکه مبادا من تمام سرمایه‌مو از دست بدم، ورشکست بشم، اگه اینطور بشه چطور میشه، اینا خوب میشه که اینو این هدف رو برای خودمون بذاریم و گرچه یک قدم‌های ممکنه پیش بیاد، یک موانع ممکنه پیش بیاد، ولی نترسیم، چون هدف داریم، اون قطب‌نما رو داریم. هدف ما یک شغل خوب هست، هدف ما پیشنهاد ازدواج هست، مثلا جوانی که میخواد ازدواج کنه، پیشنهاد ازدواج میخواد بده به یه دختر، میترسه مبادا قبول نکنه، اگه قبول نکرد چی میشه؟ اون وقت من خیت میشم، اون وقت تمام آرزوهام از بین میره، نمیدونم، میرم زیر سوال، شخصیت من خورد میشه. ولی وقتی که هدف بذاره که نه، من با هدایت خداوند، با دعا
قدم رو بر میدارم و خداوند به من کمک میکنه و من به هدفی که دارم به فیض خدا میرسم. و تازه اگه هم نرسیدم چه اشکالی داره؟ چیزی از دست ندادم، یه تجربه تازه کسب کردم. همه هدف هم انجام شدنی نیستن، ولی به قول شما یک تجربه، یک کاری کردم، ریسکی کردم، قدمی برداشتم و اگر هم ناموفق میشم نباید زانی غم به بغل بگیرم که ای بابا حق داشتم، میترسیدم، میدونستم که اینجوری میشه، من میدونستم. خب درسته، انسان از خطاهاش یاد میگیره و از شکستهاش هم میاموزه. پس اینجا ما تجربه کسب کردیم، دوباره نباید بترسیم، قدمی دیگه باید برداریم و آدم نباید کلا از شکست بترسه. شکست و افتادن یه چیز طبیعیه. آره دیگه. با ما اگه نیفتیم که یاد نمیگیم چجوری پاشیم. واقعا درسته. آره. واقعا اشکال نداره. و من یاد گرفتم همونطور که اول گفتیم که ایمان میتونه ترس‌های ما رو شفا بده. و کلام خوندن، وقتی وعده های خدا رو بخونیم میتونیم از اون ترسمون شفا بگیریم. یا اگه مثلا از بلندی میترسی، جای بلند وایسادی و در وحشت هستی، بگو خداوند تو با من هستی، من تو اون عمل که بودم درسته میترسیدم، ولی همش هی به یاد خودم میآوردم نگران نباش، مسیح اینجا باهاته، هیچ چیت نمیشه، موی از سرت کم نمیشه. میدونی وعده های خدا رو به یادمون بیارین و ترس ها میره. کلام خدا، کلام خدا میگه که ایمان از شنیدنه و شنیدن از کلام خدا، درسته؟ و هر چی بیشتر کلام خدا میخونی ایمانت قوی تر میشه و ترس ها میره. جایی که ایمان هست جایی برای ترس نمیمونه. یه نکته دیگه میخوام بگم نازنین جان، گاهی وقتا از چیزایی میترسیم که اصلا وجود خارجی ندارن، اصلا شاید هرگز نه، اصلا اتفاق نیفته. مثلا هستن کسانی که مرتب تو وحشتن که نکنه یه روزی زمین لرزه بشه یا اگه مثلا فلان اتفاق افتاد چی میشه، در حالی که این ترس رو هر روز با خودشون حمل میکنن اما اون اتفاق شاید تا آخر عمر براشون هرگز نیفته. به خاطر همین یعنی باید مواظب باشیم و بدونیم که کلن اجازه ندیم که ترس در وجود ما ریشه بکنه از چیزهایی که شاید هرگز اتفاق نیفته. کاذبه، ترس کاذب امروز ما رو خراب میکنن و آینده رو هم از ما میگیرن، تمام پیشرفتهایی که در انتظارمون هست. درسته هستش. چون زندگی پر از ماجراهایی که اصلا ناشناخته است و ما نمیدونیم، پس خوبه که امروز رو لذت ببریم، از روزی که خداوند ساخته لذت ببریم، ولی در کنار اون شناسایی کنیم ترس ها رو و به حضور خداوند ببریم و خداوند اونا رو شفا میده. آمین. محبت آمین. واقعی هر ترس و هر خوفی رو از خودش دور میکنه و وقتی که خداوند رو داریم پس واقعا از چه بترسیم؟ آمین. خداوند آمین. میگه ملجای جان من است، از که هراسان شوم. شکر برای این همه. و چقدر تشویق مهمه برای یک دیگه، همدیگه رو بلند کنیم، تشویق کنیم، برای همدیگه دعا کنیم. درسته. اینجا گفتی خوبه ترسمونم با کسی در میون بذاریم. خیلی خوب میشه. همین شاید بروز و ابراز دادن اون کلی توی شفای اون و اصلا گفتن همیشه شفا هست. شفاش. اعتراف. درسته. شفا میاره. آمین. پیش یک دوست خوب و پیش خداوندمون. آمین. و قول میدیم که شفا پیدا خواهید کرد. آمین. آمین. براتون دعا میکنیم. بله. خب دوستان چقدر خوش گذشت با صحبت از ترسی که میکردیم. شجاعانه از اینجا بیرون میره بابا. مرسی نازنین جان. برای شما هم آرزوی موفقیت میکنیم توی برنامه سیمای مسیح. مرسی ساریک جان و تشکر از شما که همراه ما بودید. تا دیداری دیگر، خدایا رو نگهدارتون.